داستان شنیدنی و آموزنده زنی که چندین قربانی گرفت. موشی از شکاف دیوار کشاورز و همسرش را دید که بسته ای را باز می کردن. فهمید که محتوی جعبه چیزی نیست مگر تله موش. ترس وجودش را فرا گرفت. به سمت حیات مزرعه که می رفت جار زد تله موش تو خونه است تا به همه اخطار بدهد. مرغک قدقد کرد و پنجه‌ای به زمین کشید و سرش را بلند کرد و گفت بیچاره، این توی که باید نگران باشی. این قضیه هیچ ربطی به من ندارد. من که توی تله نمی افتم. موش رو به خوک کرد و گفت تله موش تو خانه است. خوک از سر هم دردی گفت واقعا متاسفم، اما کاری به جز دعا از دست من بر نمی آید. مطمئن باشید که در دعاهایم شما را فراموش نخواهم کرد. موش سراغ گاو رفت و او در پاسخ گفت به نظرت خطری مرا تهدید می کند؟ موش سرافکنده و غمگین به خانه برگشت تا یکی و تنها با تله موش کشاورز روبرو شود. همان شب صدایی در خانه به گوش رسید، مثل صدای تله موشی که طعمه‌ای در آن افتاده باشد. همسر کشاورز با عجله بیرون دوید تا ببیند چه چیزی به تله افتاده است. اتاق تاریک بود و او ندید چه چیزی به تله افتاده. از قضا ماری سمی بود که دمش لای تله گیر کرده بود. مار همسر کشاورز را گزید. کشاورز بیدرنگ او را به بیمارستان رساند و وقتی به خانه برگشت تب داشت. خب همه می دانند که دوای تب سوپ جوجه تازه است. از این رو کشاورز چاقویش را برداشت و به حیاط رفت تا اصلی ترین ماده سوپ را تهیه کند. بیماری همسرش بهبود نیافت. به همین علت دوستان و همسایه ها مدام به یادت او می آمدن. کشاورز برای تهیه غذای آنها خوک را هم کشت. همسر کشاورز مرد. افراد بسیاری برای مراسم خاکسپاری او آمدند. کشاورز برای تدارک غذای آنها گاو را هم سر برد. دوستان عزیز، از این داستان به این نتیجه برسیم که همیشه به یاد داشته باشیم که وقتی چیزی ضعیف‌ترین ما رو تهدید می‌کنه، همه ما در خطر. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو ما رو همراهی کردید از شما کمال تشکر رو دارم. ممنون میشم که با لایک و کامنت‌های خودتون از ما حمایت کنید. از همه شما سپاس.